به نام خدا سلام عرض می کنم آیسان رفی هستم فارغ و تحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک از دانشگاه علم و صنعت و امروز با ویدیو آموزش آناتومی ستون فقرات همراهتون هستیم همونطور که هیچ بنا و سازه و ساختمونی بدون ستون استوار نمیمونه پایداری و تحرک و توانایی راه رفتن انسان هم نیازمند یه ستون سالمه که به بدن قابلیت تحرک انعطاف پذیر بده و سر و تن محافظت کنه ستون فقرات یه انسان سالم از نظر تقسیم بندی آناتومیک از انتهای جمجمه آغاز میشه و با آخرین مهره دنبالچه به پایان میرسه اگه بخوایم به صورت یه دستبندی کلی این ناحیه رو مورد بررسی قرار بدیم ناحیه ستون فقرات انسان شامل مهره ها، دیسک های بین مهره ای، نخا، ماهیچه ها، لیگامان ها، ها و عروق خونیه که مهره شامل سیاست تا استخون مجزا میشن که برای تشکیل این ستون از درون به همدیگه قفل شدن نواهی مختلف ستون فقرات شامل ناحیه گردنی یا سرویکال که هفت تا مهره داره ناحیه قفسه سینه یا سوراسیک که دوازده تا دو مهره داره ناحیه کمری یا لومبار که 5 تا مهره داره و ناحیه خاجی و دنبالچه میشه که از این نواهی تنها سه ناحیه گردنی قفسه سینه و کمر میتونن حرکت آزادانه داشته باشن چون مهره های و استخون دنبالچه به همدیگه متصلن وقتی از نیمروخ به یه ستون مهره سالم نگاه کنیم ستون فقرات داره یه منحنی طبیعی از شکله نواحی گردن و کمر یه منحنی مقر خفیف هستند که اصطلاحا به این کرفها لردوز گردنی و لردوز کمری گفته میشه نواهی قفسه سینه و ساکرال هم یه منحنی محدب هستند که اصطلاحا بهشون کایفاز قفسه سینه و کایفاز ساکرال گفته میشه دلیل وجود این انحناها چیه اول اینکه شوک وارد شده به ستون فقرات رو کنترل کنن دومی که تعادل رو حفظ کنن و سومی که برای ستون فقرات یه محدوده حرکتی ایجاد کنن یکی از چیزهایی که تاثیر بسزایی توی حفظ منهنی های طبیعی ستون فقرات داره عضلات شکمی و پشتیه زوایای این منحنیات ها توی افراد مختلف با هم متفاوته و برای یه پاسچر خوب که این منحنی ها رو توی حالت طبیعی نگه داره ما نیازمند تمرینات بدنی برای ایستادن، راه رفتن و نشستن توی وضعیت صحیح هستیم به طوری که این حرکت کمترین فشار روی ستون فقرات رو قرار بگیره و البته که وزن بیش از حد هم بسیار روی از بین رفتن حالت طبیعی این انحناها تاثیر میذاره هر مهره از دو قسمت تشکیل میشه بخش جلویی که جسم مهره یا تنه مهره نامیده میشه و توی انگلیسی بهش بادی میگن که دیسک بین مهره از بالا و پایین به این قسمت مهره متصل میشه و بخش بعدی بخش پشتیه که قوس مهره نام داره قوس مهره شامل دو پایه یا همون پدیکل و همچنین دو تیغه یا لامینا هستش که پدیکل ها در جلو و لامینا ها در عقب قرار دارند. هر قوس مهره ای هفت تا زایده داره که شامل این موارد میشه. یه زایده خاری که از اتصال دو تیغه قوس مهره در عقب ایجاد میشه، دو زایده ارزی و دو زایده مفصلی فوقانی و دو زایده مفصلی تحتانی. در قسمت بالا و پایین هر پدیکل یه بریدگی قرار داره که وقتی این دو بریدگی روی هم قرار میگیرن سوراخ بین مهره یا میسازن که محل ورود و خروج عصب نخایی و عروغ خونی هستش به طور کلی اگه بخوایم دیسکای بین مهره رو به یه چیز ملموستر شبیه کنیم اینا مثل یه سری کمک فنر پر از مایه هستن که به جذب بارای سیکلیک مثل راه رفتن، دویدن و پریدن کمک میکنن. و با عملکردشون از آسیب و ضربه به مهرای سوزن فقرات جلوگیری میکنن. به محض اینکه قضروف مهره جابجا بشه مایع داخل دیسکای بین مهره ای آزاد میشه و به دیسک خاصیت ژلاتینی میده این دیسکا از دو قسمت آنولوس و نوکلوس ساخته شدن که قسمت آنولوس از فیبروکارتیلاش تشکیل شده و قسمت نوکلوس با مایع بین مفصلی که عمدتا از آب و پروتوگلیکان تشکیل شده پر شده ساختار دیسک ساختار بدون رگه و خونرسانی بهش از شبکه مویرگی نازک توی قسمت خارجی آنولوس انجام میشه و طبیعتا هر گونه آسیبی به این دیسکا به تب به آسیب به مهره ها و کاهش انتاف فضیری منجر میشه. نخا از ساقه مغز تا مهره اول کمری یا همون الیه کشیده شده و داخل کانال نخایی ازش محافظت میشه به عنوان یک شاهراه اطلاعاتی دائما پیامهای عصبی رو بین مغز و عضلات و پوست بدن انتقال میده و مغزم پیامهای حرکتی رو از طریق نخواب اندام‌ها اندامها میفرسته و امکان حرکت رو فراهم میکنه همچنین یه سری گیرندهای هستی که توی پوست و تاندونهای اندامها و بدن وجود دارند پیامهای حسی رو از طریق نخواب مغز میفرستند نخا حدود 45 سانتی متر طول داره و زخامتش توی گردن میشه گفت برابر قطر انگشت شست هر فرده ولی هرچی به سمت پایین حرکت میکنه قطرش کمتر میشه و بعد از مهره ال 1 به چند رشته تقسیم میشه که به اندامهای تحتانی ما میرسه همچنین از طریق سوراخهای بین مهره یه سری رشته عصبی از نخا خارج میشه و به دستها میرسه در کل 31 جفت اعصاب نخایی از نخا منشعب میشه هر گونه آسیب به نخا میتونه باعث از بین رفتن عملکرد حسی و حرکتی زیر سطح آسیب بشه برای مثال آسیب دیدگی توی ناحیه قفسه سینه و کمر از بین رفتن حرکت و حس پاها و تنه رو به دنبال داره و آسیب دیگه در گردن میتونه دستا و اندامهای فوقانی رو حساشون رو از بین ببره دو گروه اصلی ماهیچه‌ای هستند که روی ستون فقرات تاثیر میذارن ماهیچهای اکستنسور و ماهیچهای فلکسور. ماهیچه اکستنسور به پشت ستون فقرات وست شدن و ستون فقرات رو به سمت عقب خم می کنن. اینا ماهیچهای هستن که ما رو قادر به ایستادن و بلند کردن اجسام می کنن. فلکسور هم توی قسمت جلوی ستون فقرات قرار دارن که ازالات شکمی رو هم شامل می و ما رو قادر به خم شدن به سمت جلو می کنن و توی بلند کردن اجسام و کنترل قوس قسمت پایین کمر نقش دارن. میتونیم بگیم که عضلات فلکسور ستون فقرات رو به سمت جلو خم میکنن بنابراین ماهیچهای ضعیف میتونن تمام بدن رو از حالت تراز خارج کنن و باعث وارد شدن تنش بسیار زیادی به ستون فقرات بشن روبات ها یا همون لیگامانا یه سری نوارهای فیبری قوی هستند که به دو تا استخون مهره وصل میشن و مهره ها رو کنار هم نگه میدارن. در واقع ستون فقرات رو تثبیت میکنن و دیسکای بین مهره محافظت میکنن. یعنی اگه لیگامانای یه فرد آسیب ببینن یا پاره بشن مهرا بیش از حد طبیعی حرکت میکنن و به اعصاب و نخاب فشار وارد میشه سه تا لیگامان اصلی ستون فقرات لیگامان فلیووم ربات طولی قدامی یا همون ALL و ربات طولی خلفی یا همون PLL هستن ALL و PLL نوارای پیوسته هستن که از بالا تا پایین ستون فقرات تو امتداد تنه مهرا حرکت میکنن و لیگامان فلیووم بین لامیناهای دو تا مهره قرار گرفته و در واقع میشه گفت این لامیناهای دو تا مهره رو به هم متصل کرده تاندون یه بافت همبنده که باعث اتصال ماهیچه به استخون میشه و تفاوتش با لیگامان اینه که لیگامان موجب اتصال استخون به استخون میشه تاندونا از یه نوع پروتئین خاص به نام کلاژن ساخته شدن و از دیگر مواد تشکیل دهندهشون میشه به آب الاسین پروتوگلیکان مس منیزیوم کلسیوم و منگنز اشاره کرد در مورد ستون فقرات هم این تاندونا بخشهایی هستند که ماهیچه ها رو به استخون مهره ها متصل می کنند. شریان های مهره ای بخشی از سیستم گردش خونند و خون رو به مغز و نخا که بخشی از سیستم عصبی هستند میبرند. خون رسانی اصلی به نخا از طریق یک شریان نخای قدامی یا ASA و دو تا شریان نخای خلفی یا PSA انجام میشه. شریان نخای قدامی از شریان های مهرهی تشکیل میشه و از قسمت اول شریان ساب کلیویان منشأ میگیره و اینا هم یه سری از منابعی هستن که توی بخش های مختلف این ویدیو مورد استفاده قرار گرفتن ممنون از اینکه همراه ما بودین برای ارتباط با بنده و نیاز به توضیحات یا ویدیوهای بیشتر میتونین از ایمیلی که توی اسلاید اول ویدیو آورده شده استفاده کنید خدا نگهدار